تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت بشه و هر آیه رو چند دقیقه ای تفسیری داریم، روان، ساده، فشرده، قطعی. به وسطهای قرآن رسیدمون داریم رد میشیم. سوره کهفیم، آیه 80. آیه رو بشنوید. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. در یک ملاقاتی که حضرت موسی با خضر داشت، خدا به موسی الهام کرده بود، وحی کرده بود که خضر از تو باسوادتره، برو پیداش کن. مسافت طولانی را طی کرد، این معلم عزیز حضرت خضر دید. موسی که پیغمبر اولوالعزم بود به این خضر گفت که من میخوام پای رکاب شما باشم، دنبال شما بیام، هر جا رفتی من عقبت میام. یه چیزایی که خدا به تو داده که به من نداده تو هم به من یاد بده که اون چیزا وسیله رشد من بشه. خضر گفت تحمل نمی کنی، صبر نمی کنی، تو ظرفیت نداری. قول داد ظرفیت داره، صبر کنه. کار شروع شد، سه تا کار عجیب و غریب کرد حضرت خضر و موسی دادش به هوا رفت. یکی سوار کشتی که شدن دید خضر داره کشتی رو معیوب میکنه، سوراخ میکنه. گفت چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ میگه میخوای مردم غرق بشن. جوابشو داد که کشتی سوراخ کردم به خاطر بود که در جلو که داریم میریم یه پادشاهی هست کشتی های سالم رو مصادره میکنه به نفع خودش، بر میداره. خواستم کشتی معیوب باشه که شاه از خیر این کشتی بگذره و این کشتی برای صاحبش که مش فقیرن و شرکت رو انداختن بمونه. کار دوم این بود که حضرت خضر یه پسر نوجوان رو دید، کشتش. به قول ما برق از چشم موسی پرید. یعنی چه؟ این بچه بیگناه رو چرا کشتی؟ حال اینجا میگه و اما الغلام، اما نوجوانی که کشتم دلیلش این بود. فکان ابواه و مؤمنه، ای بچه پدر مادر مؤمن داشتن. فخشینا ان یرهقه هما، ای بچه اگر بزرگ می شد. یرهقه هما، ارهاق به معنی این که کسی کسی رو وادار کنه به کاری که طاقت فرساست. یعنی این بچه وادار خواهد که پدر مادرشو منحرف بشن. ای بچه نوجوانه، به وقتی بزرگ بشه پدر مادرشو منحرف خواهد که و دست به طغیان خواهد زد. البته از در قانون ما و همه ادیان تا کسی گناه نکرده نمیشه کشتش. بچه هنوز گناهی نکرده، ولی این یک خط استثنایی بود. مثل آمبولانس، آمبولانس به ما چراغ قرمز ماشینا گرفتن باید وایستن، اما آمبولانس لازم نیست وایسته. گاهی یه خط ویژه، یه استثناء هست. این حضرت خضر کاراش کارهای ظاهری نبود، به واقع عمل میکرد نه به ظاهر. ما اگر یک کسی رو میدونیم دزده، صاف نمیتونیم دستش قطع کنیم، باید قاضی باشه، دزدی ثابت شد، دو تا شاهد عادل باشن، چنین باشن، چنین باشن. ولی حضرت خضر حسابش دیگه بود. گفت که خداوند به من فرمود من این بچه رو بکشم، این بابا داغ بچه رو میبینه، اما در مقابل یه بچه بهش میدیم. روایت هم داریم خداوند به جای این بچه یک فرزندی، در حدیث به جای خدا یه دختری به این دوتا مؤمن داد که 70 پیغمبر از نسل این دختر پیدا شدن. یعنی گاهی وقتا یه چیزی میگیرن مثل دونه که میریزه تو خاک بعد یه خوشه میاد بیرون. و اما الغلام، این پسر نوجوان بود، به نظر شما گناهکار نبود، اما این پسر آینده بدی داشت. بزرگ میشد پدر مادرش رو منحرف میکرد، نسل رو جهنمی میکرد. خدا ما گفت اینو بکش، این پدر و مادر داغ بچه رو میبینن، اما خداوند به جای اون جبران میکنه. خب عرض کنم که توی قصه، توی ماجرا
دو تا مسئله هست که گاهی وقتا فرزند باعث انحراف پدر و مادر میشه، گاهی هم پدر و مادر باعث انحراف بچه میشه، که روایتی داریم که کل مولودن یولد علی الفطره، بچه ها پاکن مگر اینکه پدر و مادر اینها را یهودانه یا یونسترانه، پدر و مادر اینها را به یهودی بودن و مسیحی بودن و انحراف های چپ و راست هدایت کنن. خب نکاتی که این قصه داره اینجا یک دستیزت و نکته هست، من سنتشو بگم. یکی که اولیای خدا کار لغو و بی جهت نمی کنن. گرچه در ظاهر خلاف به نظر میاد اما یه حکمتی داره. مرگ فرزند بهتره که بچه عاقبت بشه. گاهی وقتا آدم خودش هم به جای میرسه که میگه کاش در کودکی مرده بودم، کاش در کودکی مرده بودم که این صحنه پیش نیومد. خود قرآن نقل میکنه از یه ماجرا رو که میگه که یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. حضرت مریم وقتی بهش تهمت زدن خیلی خجالت کشید، گفت کاش مرده بودم، چون حضرت مریم بدون شوهر بچه دار شد، نسبت زنا بهش دادن. خیلی مریم عزیز، مریم پاک، مریم معصوم، مریمی که خدا میگه صدیقه است، نسبت زنا به یه همچی عزیزی گفت کاش مرده بودم. یا لیتنی مت هذا، این که میخونم آیه قرآن و کنت نفسی هم منسی. بنابراین بچه بمیره بهتر که بچه بعد عاقبت بشه. یکی گفت التماس دعا، یه دعای در حق ما کن. ایشون هم یه نگاش کرد، گفت خدای ایشون رو مرگ بده. گفت من گفتم به من دعا کن، تو میگی خدا مرگ بده؟ گفت تو آدمی هستی که هرچی بیشتر نفس بکشی گناهت بیشتره، صلاح نه که بره. من دعا کردم، گفتم خدا مرگ بده. مرگ فرزند بهتره که بچه بعد عاقبت و موجب فساد و طغیان پدر و مادر بشه. خداوند به پدر و مادر با ایمان عنایت داره، چون پدر و مادر مؤمن بودن خدا نمیخواست این بچه بزرگ بشه و این پدر و مادر رو منحرف کنه. ما داریم افرادی که مثلا مثل زبیر، زبیر خیلی شخصیت مهمی بود، وقتی در جنگ کشته شد حضرت امیر خیلی غصه خورد، خیلی غصه خورد، گفت زبیر تو خیلی برای اسلام زحمت کشیدی، در جبه های پیغمبر بازوی پیغمبر بودی. اما خب پسر زبیر باعث شد که زبیر، ما داریم آدم هایی که به خاطر بچهشون جور دیگه میشن. گاهی باید جسم فدای فکر بشه، یعنی فرزند کشته میشه تا فکر پدر مادر سالم بمونه. فتنه ها رو باید از پیش پیش بینی کرد و ریشش رو خوش کن. این بچه، یعنی حالا اگر کسی مثلا صدام رو در بچگی میدید و میکشت، او لحظه آدم قصدش میشد، ولی الان که ما پشت صحنه رو میبینیم، این ور صحنه میبینیم که صدام چه جنایاتی کرد، یعنی اگر از هر که بپرسم میگم ای کاش در بچگی ماشین خورد و بهش مرده بود، کاش میرفت زیر ماشین، کاش میرفت زیر موتور. یعنی اینطور هم نیست که. حالا به هر حال گاهی دلیل گرفتار شدن مؤمنین و ناگواری هایی که بهش پیش میاد برای حفظ ایمان و عقیده اوناست. میگن مرد حکیمی داشت میرفتید، یه بند خدای زیر درخ خوابیده، دهنش هم بازه در عالم خواب، یه مارمولک کوچولو رفت تو حلقش، ولی غرق در خواب بود. رسید دیدی خوابه و مارمولک هم رفت حلقش، با این عصا و چوبی که دستش بود زد به این خواب بیدارش که یه مش از این زردالوها و قیسیهای میوه‌های ترشیده پادرخت رو باید بخوره. اونقدر زد تا این دستشو خورد، گفت باید بدوی. باید با چوب ایشونو دوون. خب میوه ترشیده خورد، مقداری هم دوید، حالش به هم خورد، میوه ها رو برگردون، این مارمولک هم برگشت. بعد گفت معذرت میخوام، مگر با چوب وادارت نمی‌کردم میوه ترشیده بخوری و بدوی، این مارمولک زهرش تو بدن تو رو می‌کش. این گاهی وقتا در دنیای خودمونم تو هست، گاهی وقتا یه عضو رو قطع میکنن، مثلا شست پا یا پا رو از مچ قطع میکنن، میگن اگر قطع نکنیم این مثلا همه پا رو فزنه. به هر حال گاهی یه چیز قطع میشه، این بچه نوجوان و شم رو اگر بچگی کسی میکشت چقدر صلاحش بود، هم به صلاح خودش بود هم به صلاح
بنابراین گاهی دلیل گرفتار شدن به حفظ ایمان و عقیده است. اگر خدا از مؤمن چیزی گرفت بهترشو میده. تو قرآن آیه داریم ما ننسخ من آیتن او ننسخ نعته به خیر منها. اگر چیزی گرفتیم بهترشو میدیم، اگر چیزی رو تأخیر انداختیم. از بین رفتن بچه ناساله و جایگزینی او با بچه ساله این جلوه از ربوبیت خداست. یبدل هما رب هما. خب بعدم میگه که اون چه مهمه سلامتی و پاکی و محبت به والدین است، نه دختر مهمه نه پسر. چون اونجا خدا پسر رو گرفت عوضی یه دختر بهش داد، چون میگه یبدل هما. بله فعرد دا ان یبدل هما. آیه بعد ما خواستیم اینا رو تبدیل کنیم، یعنی پسر رو گرفتیم دختر دادیم، پیداست دختر پسر فرق نمی کنه، اینا جایگزین هم بشن. یعنی این میخواد بگه دختر پسر یکیه. اگر از شما پرسن تو قرآن آیه داریم که دختر پسر فرق نمی کنه، بگو بله آیه 80 و 81 سوره کهف. خدا میگه پسر گرفتیم جایگزین کردیم، جایگزینش دختر دادیم، منتها دختری که به قول روایات عرض کنم بازوش فرزندان انبیایی از نسل او به وجود میان. خب آیه 80 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.